بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارتحال ووفاة ملكوتي جناب حجة الإسلام والمسلمين حجة قريب وعيس عليم ومجاهد عظيم وبزرگوار وأصول أخلاق تقوى و همچنین عضو محترم شورای علمای افغانستان را به همه جامعه علما، به همه مردم شریف و متدین بامیان، به مردم کولن و بنده امیر و برادرانش و مخصوصا به فرزندان عزیز که هر کدامشان استوانه های منطقه و خدمتگزاران مردم هستند و به همه شما حضور گرامی تسلیت عرض می دارم. به نسبت اینکه صحبت های بسیار خوبی صورت گرفت و ما هم اطلاع نداشتیم، فقط خواستم به احترام چون اعلام کردن وقت نماز است و بسیار وقت سپری شدن، مردم منتظر هستند. بله، به احترام روح بلند جناب رکن رئیس و امر فرزندان عزیزش که دوستان عزیز ما هستن خواستم امتثال امر بکن. صحبت ها به حد کافی شد، روزه خوانده شد، فیض بردیم از این محفل بزرگ. روز جمعه هست، ایام میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و دعا میکنم به خوشگاه پروردگار که انشاءالله آرزوی همه ما و شما را که ظهور حضرت ولی عصر است انشاءالله تعجیل فرماید و همه ما و شما را از پیروان ایشان قرار بدهد. از طرف خودم و جناب حاجی سناتور، سناتور محترم ولایت بامیان و حسین سفدان عزیز افسران اردوی افغانستان که همراه ما تشریف آوردن امروز اینجا با هم آمدیم، تسلیت خود را عرض میکنیم. یک امانت هم بگردن مرکز بزرگوار را گذاشته است جناب محترم استاد خلیقی، رئیس محترم شورای صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رهبر مقاومت مردم ما. شب پس کابل را قریب از حرکت کردیم، ایشان تلفن کردن که پیام تسلیت ما را هم خدمت فرزندان عزیز جناب آقای واعظ برسانیم. پیام تسلیت را صلح و بعدم همچنین تعداد دیگری از بزرگوارایی که خبر شدن وسیله شدن که پیام تسلیت آنها را برسان. خب به جای واعظ دو وجهی داشت، یک عالم بود، یک مجاهد بود. خداوند در میان اقشار جامعه این دو قشر را برتری داده است. فضل الله المجاهدین علی القاهدین اجرا عظیما. بدون شک جای بحث و گفتمان اینجا نیست. مجاهدان و عالمان و روحانیان عامل و با تقوا و با خدا در پیشگاه خدا اجر پاداش عظیم دارد. ایشان هر صحبتی و هر بحث دیگه ای را من فکر میکنم که اضافه خواهد باشد، جز اینکه این دو ویژگی در وجود ایشان است و همین برتری برای ایشان افتخار بسیار بزرگ است. صحبت های را بزرگا کردن و همه ما با شخصیت جناب آقای واعظ آشنا هستیم، چی در دوران جهاد چی در دوران مقاومت. اما بحث اساسی این است که همونطور که جناب آقای علی یارزاده فرمودن، نقطه خیلی بسیار اشاره کردن و اونی است که ما تاریخ مردم ما با دو افتخار گره خورده است. افتخار اول انقلاب و جهاد، افتخار دوم مقاومت مردم ماست. امروز ما هر چی داریم، چی در عرصه سیاسی، چی در عرصه آزادی، چی در عرصه عزتمندی و چی در عرصه که امروز مردم شیعه ما، مردم هزاره ما، جامعه تشیع افغانستان از کنج دره ها و از مخفیخانه ها بیرون شدن، آمدن در یک کشور به نام افغانستانی که از هر طرفش تعصب میبرد و از هر طرفش در طول تاریخ نسبت به این مردم دشمنی وجود داشته است و هر حکومتی که آمده است خواستن این مردم سرکوب شود و از بین برود، ولی امروز مردم بیرون شدن و در قله های عزت ایستادن و بالاخره بقا یافتن و پایدار شدن و به عنوان یک مردم و به عنوان یک ملت امروز در عرصه افغانستان قرار دارن و در تعاملات سیاسی و نظامی و امنیتی کشور و اقتصادی و فرهنگی کشور مخصوصا نقش اساسی دارن. امروز هیچ امکان ندارد تصمیم در افغانستان گرفته شود
که در واقع مردم حضور نداشته باشد. هیچ امکان ندارد قانون اساسی تدوین شود که جایگاه و حضور مردم در آنجا نادیده گرفته شود. هیچ امکان ندارد که در سطح تصامیم کلان بدون نظر و مشوره مردم تصمیم اتخاذ شود. در تمام عرصه ها آزادی های مذهبی که ما به امروز به دست آوردیم، محاسن صفدان از شما بیاد برند مراسم های عزاداری و عاشورای حسینی را با شما، حتی در مناطقی که مردم شیعه بودن در مخفی خانه ها و در قطاب خانه ها برگزار میکردن که رسد در شهرها. ولی امروز عاشورای حسینی و پرچم عاشورای حسینی در فراز ارگ افغانستان مرکز دولت افغانستان به اهتزاز درمید. عاشورای حسینی امروز برای برگزاریش تمام نهادها، تمام مردم، تمام مذاهب، تمام اقوام افغانستان چی در کابل و چی در ولایت به او رقابت میکنن. شما مثال دیدید رستاخیز عظیم عاشورای حسینی به این معناست که مردم جایگاه بزرگی پیدا کرد و پیروان عاشورای حسینی امروز بالاخره در جایگاه بلند ایستاد است. این دستاورد نتیجه و ثمره همین تحول و دو تحول بوده است که اتحاد یکی مقاومت و بر ماست و بر نسل ماست و بر مردم ماست و بر طول جوان ماست و بر سیاست مدار ماست و بر فرهنگی ماست و بر هر کسی که بالاخره از نام جهاد و مقاومت نام خوردن شاگرد در بسترخان جهاد و مقاومت نشسته و امروز برای عرصه‌های قدرت و سیاست تکزدن بدانیم که این جهاد و این دو تحول توسط همین آدم های مانند آقای باعث و امثالش و دوستان دیگر و بزرگان دیگر تحول رقم خورده از فرماندهان بزرگ جان خود را، خون خود را، تمام دارایی خود را داری را هدیه کرده اند. در گذشته ها نسله های گذشته ما تا بالاخره این دستاورد امروز به شانه های ما قرار بگیرد. ها با شانه های خود و با شانه های سطور خود و با عزم های راسخ شکم های چسبیده بر پشتشان و بالاخره با گرسنگی های و سختی های فراوانی که شب روز کشیدن امروزی دستاورد را و این نتیجه را به دست ما سپرده. ما میخواییم بدون معگر های ماق ماقی که امروز از فلسفه غرب نمیخواد نشاد میگره، یک روز نظریه کنن دانشمند دیگه را از غرب میاریم برن میمن اسمه میگرین، یک بخش میگرین، یک بخش دیگه شنه میگرین، یا آدم های منحرفی که امروز بالاخره بنام دین، بنام که نمیخواهم روشن فکری، بنام تحول در نمیخواهم که مسائل سنتی اسلامی که به قول از اونا که دیگه دین مثلا ارزش های دینی، ارزش های جهاد، اینا جز سنت های گذشته برای نوسازی فکری و فرهنگی بیاین و بهانه های از اینا ما را از ارزش ها جدا کنی، غلط است، این خطا است، همون شکست. این نقطه بسیار اساس است، مخصوصا نسل نم امروز ما از هر کسی دیگه کرده باید واقعا متوجه باشیم. جهاد و مقاومت و جهادگران و مقاومتگران کسانی هستند که هیچ امکان ندارد که ما زندگی ما، زندگی عزتمندانه ما بدون از اینها انجام بگیرد. اگر تحت هر عنوان جنبش های روشن فکری، جنبش هایی که بنام نوآوری امروز در کشور ما راه افتاده است، اینها راهی را شما بیاد داشته باشین و جای نخواهد بود، چنانچه که در سالهای گذشته جنبش ها و خیزش هایی که در همین راسته ها صورت گرفته امروز شکستش را شما میبینید. چرا؟ به خاطر که در پشت سرش، در عقبش این ارزش ها وجود نداشت. بدون این ارزش ها و بدون افرادی که بالاخره در این ارزش ها را خلق کردن، امکان ندارد که ما در آینده در یک کشور با این بافت اجتماعی، با این وضعیتی که هست، با این تعدد اقوام، با این مسائل مذهبی که مثلا هر روز گاهی داغ می شود، گاهی تلخ می شود، گاهی کمی بهتر و سرد می شود، خراب داریم زندگی کنیم، امکان ندارد بدون ارزش ها زندگی کنیم. راه حل همین است که ما با این افراد و با ارزش هایی که نما خلق کرده پایبند باشیم. صحبت خود رو بیشتر از این دوام نمیدهم چون وقت واقعا به پایان رسیده. درود میفرستیم برای همه جهادگران، مقاومتگران، شهدا، اولیا و مخصوصا برای جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آقای واعظ که ما در این مدت افتخار حضور خدمت ایشان رو داشتیم. از صحبتهایش همیشه بهره میگرفتیم، از شوخیهایش، از داستانها و خاطرههایی که صحبت میکرد. در دوران مقاومت ما در ترخج قرار داشتیم، مردم تصمیم گرفتن یک تعداد را به سازماندهی جناب آقای گربزی که اصول طالب در یک هومنگ بود، تعداد از هیئت را که جناب الحاج علیار فرمانده بزرگ جهاد مقاومت، جناب از آقای واعظ مرحوم، جناب آقای مجاهد و شخصیت های دیگه، جناب از آقای سعیدی یک هومنگ دیگه بزرگتا آمده بودن، 15-20 نفر که نهار آقای صوفی گربزی فرستانه بود که شما با
غلامی صحبت کنیم و بعدم بلکه خدمت جناب استاد محقق برسیم که این بنا نیست، جنگ بنا نیست، شما برگردیم و اینجا پایگاه ایجاد نکنیم. یادم هست آقای مجاهد بزرگوار که از خودش از مفاخر اتحاد ما هست اینجا اگر حضور داشته باشد، وقتی آمدن در جلسه عمومی توصیه کردن که دست خوب از شما به مصلحت نیست، بالاخره اینجا را اگر نباشین بهتر، جنگ رای حل نیست و مسائل. ولی وقتی که بیرون شدن بسیار به زبان ساده که یادم از جناب آجاهای مجاهد و جناب آجاهای واعظ استاد بودن و کسی دیگه هم بود، دو سه نفر به اشاره کردن در وقت خداحافظی، یک کلمه گفتم که اگر می توانیم جبهه پرزور و نیرومند را ایجاد کنیم که مردم دوباره شکست نکنن، قطعا این کار رو بکنیم و پشتردن نیست. بنابراین درود می فرستیم به این شخصت هایی که در هر عرصه در کنار مردم خود بودن و استاد شدن. دیگه انشاءالله که وقت شما را نمیگیریم، درود می فرستیم به فرزندان ایشان که یک از میراث‌های گرانبهای جناب آقای رئیس که امو تقوا و پرهیزگاریش سبب شده است که امروز جزء باقیات و صالحاتش علاوه بر اعمال نیک و علاوه بر ثمره های دیگری که داشته است، امروز فرزندان و نیک را در جامعه تقدیم کرده است. جناب آقای بلاوی که خودش از فرهیختگان و دانشمندان ولایت بانوان و این منطقه هست، جناب آقای مسعود، جناب سید طاهر آقا خدمتگزار همیشه مردم، یک فرد با عظمت، یک فرد با تقوا، بالاخره از خود میراثهای گرانبهای را بر جا میگذارم. باز یک بار دیگر من تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که انشاءالله ما قدردان میراث جهادگران خود و این دو تحول بزرگ یعنی ارزشها و ثمره جهاد و مقاومت را ما پاس بداریم. در غیر اگر از این ارزشها جدا شدیم، مطمئن باشیم شکست در پی خواهد بود. دیگر اون زمان هر شوشته و روی ناشوشته داعش و جای خود را دارد، هر کسی جای ما را پایمال میکنه. اما اگر به این ارزش ها متصل بودیم و متکی بودیم و ایار پاس داشتیم، مطمئن باشیم که هیچ قدرتی چنانچه که در سابق هم ما را به زمین در نیاورده، به زمین در نخواهد آورد. و السلام علیکم و رحمت الله.